بعد از لیست رفتن سپاه، رژیم مدعی شده شکاف‌های درونش بسته شده و همه با هم همدل شدن و وضع خیلی خوب شده. ولی واقعیت چیز دیگه ایه. یکی از جاهایی که میشه واقعیت رو دید، کشمکش‌ها بر سر موضوع لوایح مربوط به FATF است. گزارش رو در این زمینه با هم ببینیم. کشمکش‌ها بر سر تصویب یا رد لوایح FATF بین باندهای حاکم بعد از قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی آمریکا بار دیگر شروع شد. احمد توکلی در واکنش به قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی گفت: با تروریستی خواندن سپاه تصویب FATF منتفی است. وی با حمله به کسانی که بر کوتاه آمدن در برابر آمریکا توصیه می‌کنند افزود: باید منتفی شود، زیرا هر قدر ما کوتاه بیاییم اینها پرروتر می‌شوند. FATF اصلا ربطی به موشک و این حرف ها ندارد، اما به آن می‌پردازند. در همین بیانیه اخیر علیه ما گفتند که نباید موشک بسازیم و حتی در برد موشک های ما دخالت می کنند. توکلی همچنین گفت: هر قدر مقابل آمریکا کوتاه بیاییم چوب می خوریم. الان هم می گویم شانس تصویب FATF کاهش یافته است. آخوند مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: اقدام آمریکا در مورد تروریستی خواندن سپاه احتمال تصویب نکردن FATF را در مجمع تشخیص قوی تر کرد. وی با ابراز نگرانی از لیست گذاری سپاه افزود: این کار آمریکا به معنی اوج دشمنی با انقلاب اسلامی و نظام است و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران که مظهر انقلاب اسلامی است و مورد اعتماد نظام است یک معنای بسیار واضحی دارد. آخوند مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح FATF ارتباطی با آمریکا ندارد گفت: مسئله ایران با آمریکا به موضوعات دیگری ارتباط دارد و ماجرای این لوایح متفاوت است. او درباره گمانه‌زنی‌هایی که برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر رد لوایح پالرمو و CFT مطرح می‌کنند عنوان کرد: باید این لوایح بار دیگر در کمیسیون‌ها بررسی شوند و اعضا برای اظهار نظر به مجمع بیایند تا بتوان درباره این موضوع نظر داد. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاء که در جلسات مجمع برای تصمیم گیری در مورد لوایح FATF شرکت می کند نیز گفت: تکلیف پالرمو و CFT باید در فضای آرام و تخصصی تعیین شود. پرهیز از برخورد سیاسی و منفی بافی ضروری است. فلاحت‌پیشه افزود: در سال جدید منتظریم تا مجمع جلسه برگزار کند. در شرایط کنونی این بررسی‌ها به طور کارشناسی و دقیق در حال انجام است. همه اعضای مجمع هم مصمم به بررسی دقیق و تخصصی شدند. بنابراین باید منتظر برگزاری جلسه و تعیین تکلیف نهایی این لوایح باشیم. به تأکید کرد دامن زدن به فضاهای منفی علیه این لوایح و برخورد سیاسی با موضوع در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست. در همین حال رضا نصری کارشناس همسو با باند روحانی با ابراز نگرانی از لیست گذاری سپاه هشدار داد: تروریستی نامیدن سپاه یک تله است. وی افزود: واشنگتن قصد دارد با این تله گذاری نظام را به اتخاذ تصمیمات تند و عصبی مانند خروج از برجام ترغیب کند تا از این طریق راه را برای اجماع سازی مجدد علیه کشور هموار سازد. در واقع شاید در مقطع فعلی هیچ چیز به اندازه احیای مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت، قرار گرفتن دوباره نظام تحت فصل 7 منشور سازمان ملل برای جریان جنگ طلب خوشایند و مطلوب نباشد. این کارشناس حکومتی افزود: در شرایط کنونی بهترین هدیه به تندروها خودزنی‌های غیر ضروری از قبیل قهر با لوایح FATF، لبریز شدن کاسه صبر استراتژیک و مبادرت به اقدامات و اظهارات نسنجیده است که برای متفکران و دستگاه تبلیغاتی جریان جنگ طلب قابل بهره برداری است.